شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو SBS فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم. بلو سکای، رسانه اجتماعی رقیب اکس، این هفته در رتبه اول فهرست اپستور در ایالات متحده قرار گرفت. این در حالی است که به طور همزمان پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعداد کاربران اکس رو به کاهش است. تنها در روز پس از انتخابات بیش از 115 هزار کاربر در این کشور حسابشان را غیر فعال کردند. بزرگترین خروجی جمعی از این شبکه اجتماعی از زمانی که ایلان ماسک مالکیت آن را بر عهده گرفته. بسیاری این موضوع را با نقش آقای ماسک در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده بی ارتباط نمی دانند. در 90 روز گذشته کاربران بلو سکای دو برابر شدند و هفته پیش این شرکت اعلام کرد که تنها در 7 روز 1 میلیون کاربر جدید در آن ثبت نام کردند و تعداد کاربران رسانه اجتماعی به 15 میلیون نفر رسیده است. ائتلافی از بزرگترین رسانه‌های خبری کانادا از اوپن ای آی مالک هوش مصنوعی چت جی پی تی شکایت کردند. آنها در یک شکایت 84 صفحه‌ای ادعا کردند که این شرکت به طور غیرقانونی از مقالات خبری برای آموزش نرم افزارش استفاده می‌کند. سازمان‌های رسانه‌ای در بیانیه مشترک گفتند روزنامه‌نگاری در راستای منافع عمومی است. اما استفاده ای اوپن ای آی از محتوای روزنامه نگری شرکت های دیگر برای اهداف تجاریش در این راستا نیست. این اقدام غیر قانونی است. در همین حال مالک چت جی پی تی در بیانیه ای به بی بی سی گفت که مدل های آن طوری آموزش دیدند که از داده های در دسترس عموم استفاده کنند. به گزارش بلومبرگ، ایلان ماسک از دادگاه فدرال آمریکا درخواست کرده که مانع اوپن ای آی برای تبدیل به یک تجارت انتفاعی یا سودزا شود. او گفته که برای محافظت از استارتاپ هوش مصنوعی خودش و همچنین مردم به توقف تسلط سریع سازنده چت جی پی تی نیاز است. این حملات ماسک به اوپن ای آی در حالی صورت می گیرد که 9 سال از همکاری او با سم آلتمن برای ساخت اوپن ای آی به عنوان یک شرکت ناسودبر می گذرد. محققان و رهبران مذهبی روز چهارشنبه یافته های یک آزمایش 2 ماهه را در یک کلیسای کاتولیک در سوئیس منتشر کردند، جایی که آواتار عیسی مسیح روی صفحه کامپیوتر به سوالات بازدید کنندگان پاسخ داد. بازدید کنندگان با این هوش مصنوعی موضوعات مختلفی را مثل عشق واقعی، زندگی پس از مرگ، احساس تنهایی، جنگ و رنج در جهان، وجود خدا، آزار جنسی در کلیسای کاتولیک و موضع آن در مورد همجنسگرایی را مطرح کردند. مارکو شمید که این پروژه را رهبری کرد گفت آنچه واقعا جالب بود این بود که مردم با او به طور جدی صحبت کردند. آنها نیامده بودند که شوخی کنند. تا
دستی به لایحه جنجالی ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال در استرالیا با انتقادات مختلفی همراه بوده است. ایلان ماسک یکی از معروف‌ترین چهره‌های دنیای فناوری یکی از منتقدین بود و او این موضوع را یک راه پشت پرده برای کنترل دسترسی اینترنت تمام استرالیایی‌ها دانست. در واکنش به این اتفاق، انتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، گفت که ماسک یک دستور کار دارد. او حق دارد که آن را پیش ببرد. او به شبکه ABC گفت که حاضر با صحبت با ایلان ماسک است، اما دولت مصمم است که این لایحه را اجرایی کند. و متا، مالک پلتفرم‌های اینستاگرام و فیسبوک، روز دوشنبه اعلام کرد که به هدف مقابله با کلاهبرداری‌های آنلاین قوانین سختگیرانه‌تری را برای تبلیغ کنندگان محصولات استرالیا وضع می‌کند. تبلیغ کنندگان اکنون ملزم هستند که اطلاعات ذی‌نفع و پرداخت کننده خود از جمله شماره مجوز خدمات مالی استرالیایشان را تایید کنند. آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟